سلام دوستان، به کانال ذهن خلاق و شاد خوش آمدید. در این ویدیو 6 ویتامین که برای انسداد و گرفتگی رگ ها مفید می باشد رو بررسی می کنیم. اما ابتدا بیایید نگاهی به علل ریشه‌ای که باعث انسداد شریان ها و رگ ها می شود بیاندازیم. تصلب شرائین یا آرتروسکلروز که به گرفتگی رگ ها گفته می شود، وضعیتی است که دیواره رگ‌های بدن رو آسیب می‌رسونه و موجب ایجاد پلاکت‌های صفر در عروق می‌شود. این پلاکت‌ها به مرور زمان رگ‌ها رو تنگ و باریک می‌کنند که سبب میشه خون به راحتی در رگ‌ها جریان پیدا نکنه و در نتیجه سه عوامل زیر رو به وجود میاره: 1. تضعیف جریان خون، 2. ریسک حمله قلبی و 3. و بند آمدن جریان خون در رگ ها می باشد. حال باید دید چه اتفاقی برای بدن می افته. مسلماً قلب سریع‌تر از نرمال کار می کنه و باید خون رو به رگ ها برسونه تا بدن سالم و تندرست نگه داشته شود. همینطور رگ های آسیب دیده از داخل کم کم مسدود می شوند و ملتهب و آسیب دیدگی پیدا می کنند و در انتها ترک های ریزی در دیواره رگ ها به وجود می آید. علاوه بر آن، استرس شدید، رژیم بد غذایی و استعمال سیگار هم عواملی هستند که این زایاد و آسیب ها رو سرعت می بخشند. همچنین کلسترول بد یا همان LDL به طور آهسته دور دیوار رگ‌های ترک خورده جمع می‌شود و همزمان سعی می‌کند که ترک‌های موجود در دیواره رگ‌ها را ترمیم بکند. در اینجا می‌بینیم که کلسترول به نوبه خود دشمن بدی برای بدن نمی‌باشد. در حقیقت عاملی برای ترمیم رگ‌های آسیب دیده می‌باشد. متاسفانه شخص بیمار اگه سبک رژیم غذایی خودش رو اصلاح نکنه، پلاکت ها که از ترکیباتی همچون فیبرن با کلسیوم صفر شده کلسترول در رگ ها تجمع پیدا خواهند کرد و این ترکیبات باعث می شود که خون حالت سفت مانند سیمان پیدا بکنه و این مواد که از استخوان هم محکم‌تر هستند موجب مسدود شدن جریان طبیعی خون در رگ‌ها می‌شوند. اما چه مواد غذایی باعث آسیب دیدگی بدن میشه؟ اولین و شایع‌ترین علت غذاهای تصفیه شده زیاد مانند شکر، غلات فرآورده شده و آرد است که باعث التهاب در دیواره سرخ رگ‌ها می‌شود و در نهایت باعث ایجاد پلاکت میشه. یکی دیگر از دلایل ایجاد پلاکت شریانی سطوح بالای استرس و نگرانیه. استرس هورمونی به نام کورتیزول رو افزایش میده که شریان‌ها رو باریک میکنه و فشار خون رو بالا میبره. همینطور مصرف بیش از روغن‌های گیاهی امگا 6 نیز میتونه باعث التهاب در شریان‌ها بشه. روغن‌های مانند ذرت، کانولا، مارجرین و روغن‌های زیتون فرآورده شده از این فرآورده‌ها می‌باشند. فشار خون و گردش خون ضعیف به قلب یکی دیگر از نشانه‌های گرفتگی رگ‌ها می‌باشد. درد یا تورم ارتجاعی در سمت چپ بدن مانند شانه چپ یا بازوست. همچنین ممکن احساس تنگی نفس به خصوص زمان راه رفتن مشاهده بشه، زیرا اکسیژن کافی در شریان‌ها گردش نمی‌کنه. با این حال در برخی افراد هیچ علائمی وجود نداره و این پلاکت میتونه برای چندین دهه بدون علائم به تشکیل رسوب در داخل رگ‌ها ادامه بده تا زمانی که انسداد کامل رخ بده. اگه این مشکل درمان نشه، پلاکت در شریان‌ها میتونه ضخیم‌تر و ضخیم‌تر بشه و شانس حمله قلبی یا سکته مغزی و لخته شدن خون و یا حتی مرگ در هر سنی رو افزایش بده. به همین دلیل این 6 ویتامین رو بررسی میکنیم که میتونه برای کمک به باز کردن رگ‌ها و بهبودی جریان خون در بدن استفاده بشه. اولین ویتامین، ویتامین K هست که یکی از مهمترین مواد مغذی برای باز کردن انسداد عروق و جلوگیری از تجمع پلاکت هاست. وقتی شریان ها مسدود میشن، به همین دلیل قلب و کلسیومی که در داخل آن جمع میشه بسیار سفت میشه. با این حال پروتئینی به نام MGP رو فعال میکنه که از تشکیل کلسیوم در داخل رگ‌های خون جلوگیری میکنه و همچنین اون رو از شریان‌ها دور کرده و به استخوان‌ها هدایت میکنه. مصرف روزانه 200 میکروگرم ویتامین K توصیه شده. همچنین میتونه کامل مانند کلم ترش،
جگر گاو، پنیرهای اروپایی با کیفیت بالا مانند پنیر سوئیسی هم دریافت کنید. ویتامین شماره 2 روغن کریل است. اگه میخواهید رگهای خودتون رو باز کنید و میخواهید از اونها برابر گرفتگی حفاظت کنید، روغن کریل گزینه مناسبی است. قطعا یکی از قوی ترین مکمل هاییست که باید در نظر بگیرید. روغن کریل دارای رنگ قرمز است که یکی از قوی ترین آنتی‌اکسیدان های شناخته شده برای انسان میباشه که 6000 برابر قدرت ویتامین سی رو داره. روغن کریل به محافظت از قلب و شریان ها در برابر التهاب و آسیب اکسیداتیو کمک میکنه و جریان خون رو یاری میکنه که به طور طبیعی در شریان ها جریان پیدا بکنه و فشار خون رو ثابت نگه میداره. همینطور توصیه شده که روزانه بین 1 تا 4000 میلی گرم روغن کریل رو به صورت کپسول های ژن کوچک مصرف کنید. همینطور ویتامین K برای کمک به روان کردن مفاصل و جلوگیری از درد و تورم در سراسر بدن عالی می باشد. ویتامین شماره 3 آنتی اکسیدان بسیار مهم یعنی ویتامین E می باشه. ویتامین E برای محافظت از قلب و سیستم قلبی عروقی ضروری است. اگه ویتامین E کافی در رژیم غذایی خودتون دریافت نکنید به احتمال زیاد دچار درد قفسه سینه به نام آنژین میشید و علتش هم اینه که چون قلب اکسیژن کافی دریافت نمیکنه و ممکنه شروع به گرفتگی کنه، کمبود ویتامین E همچنین فشار خون رو افزایش میده و این بر دیواره رگ‌ها فشار وارد میکنه و احتمال آسیب دیدن و مسدود شدن توسط پلاکت رو کاهش میده. بنابراین اگه به دنبال بهبود و باز کردن رگ‌ها هستید، توصیه شده که تا 300 میلی گرم ویتامین E روزانه مصرف شود. همچنین خوردن غذاهایی که به طور طبیعی دارای ویتامین E هستند، مانند تخمه آفتابگردان، فندق، آووکادو و همه سبزیجات که دارای برگ سبز هستند، مفید میباشه. چهارمین ویتامین سیر می باشه که یکی از شفا بخش ترین غذاها سیر و حاوی گوگرد طبیعی قدرتمندی به نام آلیسونه که به اون طعم و بوی تندی میده. نکته جالب اینه که در مطالعات نشان داده شده که عصاره سیر میزان کلسیومی رو که در شریان ها جمع میشه کاهش میده و توصیه شده که برای کمک به کنترل فشار خون، کاهش قند خون بالا و جلوگیری از جمع شدن کلسیوم در رگ ها خوردن سیر خام رو به صورت روزانه شروع کنید. اگه طعم سیر رو دوست ندارید میتونید روزانه 2400 میلی گرم عصاره سیر رو به صورت کپسول مصرف کنید. ویتامین شماره 5 آنتی اکسیدانی به نام ویتامین سی میبوند. ویتامین سی یک ماده مغذی ضروری است که باید به طور منظم در رژیم غذایی از غذاهای گیاهی دریافت کنید. غذاهایی مانند برگ سالاد، سبزیجات، انواع توت‌ها و میوه‌ها. مطالعات نشان داده که افرادی که بیماری لثه دارند در معرض خطر بیشتری برای مشکلات قلبی هستن، زیرا باکتری ها که باعث خونریزی لثه ها میشن میتونن همین اثر رو در شریان ها داشته باشن و به طور بالقوه باعث التهاب و زخیم شدن دیوارهای سرخ‌رگ بشن. بنابراین اینجاست که ویتامین سی وارد عمل میشه و کلاژن موجود در شریان ها رو تقویت میکنه و به انعطاف‌پذیر شدن رگ ها و جریان طبیعی خون کمک میکنه. بنابراین خوردن غذاهایی مانند کلم، کلم ترش، توت فرنگی، کلم دلمه‌ای و سبزیجات چیلی پایی بهترین راه برای تقویت ویتامین سی و شبکه آنتی اکسیدانی در بدنه. ویتامین شماره 6 و آخرین ویتامین روغن گل مغربی است. این روغن از دانه‌های گیاه ستاره گل تهیه میشه و حاوی نوعی چربی بسیار سالم به نام اسید گاما لینولنیک. در مطالعات نشان داده شده که کاهش التهاب و بهبود پوشش داخلی شریان ها کمک میکنه و همچنین پلاکت ها رو به کبد منتقل میکنه تا از بدن دفع بشن. این روغن همچنین توسط اغلب زنان برای جلوگیری از علائم یائسگی هم مصرف میشه و یک تقویت کننده عالی سلامتی برای زنان و مردان به طور یکسان محسوب میشه. توصیه شده بین 3 تا 4000 میلی گرم روغن گل مغربی در روز مصرف بشه. همینطور به دنبال روغنی با کیفیت بالا باشید که حاوی حداقل 8% GLA باشه.
دوستان شما تشکر میکنیم که تا پایان این ویدیو ویدیو رو لایک کنید، اونو به اشتراک بگذارید و همینطور عضو کانال ما بشید و همینطور خوشحال میشیم که نظریات و تجربیات خودتون رو در پایین این ویدیو برامون بنویسید. همینطور فراموش نکنید گزینه زنگوله رو فعال کنید تا اولین کسی باشید که ویدیوهای ما رو دریافت و تماشا میکنید. امیدواریم که همیشه شاد و سلامت باشید.